روزتان بخیر، رمضانتان مبارک باشه. امیدوار هستم در هر کشور که زندگی میکنین روزه بگیرین، خداوند قبول بکنه روزتان. پیش از پیش دوستای عزیز، در اولین برنامه توزیع افطاری هستیم. به وطندارای عزیز قرار است که ما افطاری توزیع بکنیم و 4 نفر در خدمت شما ایزان هستیم و به همکار عزیز مولا سلام میگم و برشان رمضان مبارک میگم. امیدوار هستم که با سلامتی رمضان بخیر به خوبی سپری بکنید. بفرما مالدا جان. زنده باشی وصال جان. هموطن عزیز سلام، خدا کنه که در هر جای دنیا باشین جور و صحتمند و سرحال باشین. ماه مبارک رمضان ماه رحمت و برکت و این ماه مبارک به تمام مسلمانان جهان در سراسر دنیا تبریک و تهنیت عرض می‌دارم. ان شاء الله که به خوبی و خوشی رمضان آغاز کرده باشین و سلام به شما. علیکم السلام. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلام هموطنان عزیز، امید که جور و صحت و سلامت باشین، در پناه خداوند باشین. سلام به خودتان دخترا، سلام به خودت نورگل جان، به خودتان بچه پشت کمره که فراد جان است و بلال جان است، سینی هستن. امید که ماه مبارک رمضان بخیر و بخوبی بخوشحالی در پالوی فامیلا و دوستا و عزیزایتان سپری کنین، بخیر آغاز رمضان کرده باشین. مبارک باشه ماه مبارک رمضان، براتان تبریک باشه. نرگل جان سلامت باشین. ماه نزول قرآن به همگان مبارک. انشاءالله یک رمضان خوب و خوش پیش رو داشته باشین. دوستا عزیز سلام برسه، امیدوارم خوب و خوش و سر حال باشید. قسمی که سالهای گذشته ما برنامه های مختلف داشتیم، این رمضان هم خوشبختانه که بازم خداوند توفیق و لایق دید که ما بازم زنده بودیم و در این رمضان بخیر سپری کنیم. 29 روز برای عید ماند، انشاءالله که عید هم تجلیل کنیم و مثل مسابق بازم برنامه مختلف داریم که فعلا در برنامه هستیم که توزیع افطاری برای نیازمند است که از طرف هموطن های عزیز ما همیشه بود است و هست، که امروز هم خوشبختانه که یک دیگ ما موندیم برای هموطن های عزیز ما. قابلی پخته میکنیم، قابلی پخته میکنیم به هموطن های عزیزی که وا نان خوش ندارن بر افطار و ما امروز از طرف هموطن های عزیز ما برشان قابلی برده که وا امروز روزه را افطار کنه. حدیث پیغمبر از میگه وقتی که بر یک کس رو بر روزدار افطاری میتی، خداوند امو ثواب و اجر پاداش برات میده که امو روزدار از سحر خیست تا شام روزه گرفته، بدون از اینکه از ثواب از او کم شود. خداوند امو ثواب و امو اجر پاداش بر تمام عزیزای دلی که بیننده هستن و کسایی که کمک میکنن نصیبشان شود. میریم ما شما چه خوب از طرف دیگ، قبل از اینکه طرف دیگ بریم، امروز کسایی که مهماندار هستن این هموطنای ما هستن، برادر ما مصور جان و بلال جان کیا پول دگام روان کردن به خاطر حلوای زردک و برنامه‌شون ما ثبت کردیم، خداوند قبول مقبول بگردونه که امروز 10000 افغانی از طرف ازیاس، خداوند شما را خیر بده، بخیر باشین. از طرف بنیامین 12300 افغانی کیا پول روان کردن به خاطر بمبه، چون ما در این روزا بمبه نداشتیم که ما پول از یار علاوه کنیم و بمبایی که قبلا بود، چون وا پولشان مشخص بود کسایی که روان کردن، ولی پول از یار هم امروز در توزیع افطاری مصرف رساندیم که 12300 افغانی از یاس، که در مجموع امروز مصرفی که ما امروز کردیم 25000 افغانی مصرف می متبقی از میمانه 17000 افغانی از طرف خود بودجه کابل فنس است. خداوند کابل فنس هم امتو سربلند و سرفراز داشته باشه. بخیر باشین دوستا، سلامت باشین. ما و شما انشاءالله میریم و ایستایستا طرف دیگ موفق اینا؟ بله روزه خدا رین انشاءالله. یا نه؟ نه روزه داریم یک بار نشه که باز رمضان آخر شد ولی یک 4-5 روز گرفتم خلاص. نه نه کل شده وخلا چیزی نمیگی؟ نبریم بخیر هفته وسته که باز زودتوش نمیشه، یک رمضان از یاد گفت نبیزنه که کم انرژی بشیم. باشه بردگه گپا دیگه تا شام با شما سینه میشه. خوبه دوستم رو این باقید میره بخیر طرف دیگه. عزیزای دل، طاعت عبادتان قبول، رمضانتان مبارک. شما مگر کوفته جور میکنین خیلی خوب است. کوفته خوب است همونتونیش؟ بله ها. حالا ایزا الو سر صبح یک رقم تو چه میگن؟ نه او گپ نیست نرگل. خیلی چی گپه؟ خاطر که سرگرم کار خود بدون باش با صداقت کار کنم که بازی واز نشفا میدی داده از اون خاطر فکرم برتونه بود. خوبه که ما هیچ صداقت نداریم همونتون. نه نرگل جان استغفر الله که نگفتم.
نورگل تو یاد داری گفته جور کرده نه؟ تا بالا متوجه نشدیم کدام شد تو جور کرده کدام شد مالده این یه شما جور میکنم نورگل خود شعاری جور کرده گفته مقصد مذهب ها تمو گام داره گفتن بخیر صابون نوشته کن رشته کده به سین گفته به سواد میگه گفته پشت سین سواد نگر مقصد قف کنم کالا را پاک کنم مقصد بیام محکمش کده رایی سنگه اه بهترین کفته هستم یک نفر بخوره خلاص دیگه نوش جان کنه رمضان که چفتار کنه او نمیگه که چند تا مثلا کی جور کده کی جور نکده نفر دیگه آغشته بوده نه کفته اول که دوستا خوب چی میشه پنج دفعه شش دفعه ها ربانی خب باش ما یک سلام علیکتون کنم پیشتر سلام علیکتی که ما شما خیر اوجا یک سلام خدمت شما هم کارای عزیز یک سلام خدمت شما بیننده های عزیز امید که جور صحتمند سر حال باشین دیگه حوال روز است ماه مبارک رمضان به همه تون تبریک میگم دیگه نورگل جان جان دستت میگرده لالا آه یاد گرده ما چه شاگردت هستم چی میگی؟ نه استاز هستیم نورگل جان نه دیگه دوستا عزیز خوشبختی دیگه ایجا است که امسال قرار است که لالا ربانی سی روز خودش با مدستای نازنین و ظریف خود آشپزی کنه و هموطنهای عزیز ما را افطاری ببریم و توزیع کنیم و تشکری میکنیم از هموطنهای عزیزی که پول روان کردن کمک کردن کمک میکنن همیشه و یک چیز دیگه خواهشی که از هموطن عزیز داریم وصال جان بگین بگو هر جایش هست هر هموطنی که پول روان میکنه لطفا مشخص بسازه که چون ما برنامه مختلف داریم اگر بر افطاری است که توزیع افطاری برای نیازمند بگه که پولم در اینجا مصرف شوه بعض کسای دیگه که میگن برای نیازمند چون برنامه‌ای داریم که دست جمعیز برای هموطنان عزیز ما کمک رسانی میکنیم به هر هموطنی که پول روان میکنه برنامه را مشخص بسازه دوستان جان یکی هر چیز زودتر میتونن روان بکنن به خاطر از این دوستای عزیز که وقت زیاد میگیره تا یکم کارای با میرن پول دریافت میکنن و ما بعض برنامه دگام می داشته باشیم و نوبت بعض از وطن داره دگام می باشه با خاطر شما میتونید که هر چی اجلتر زودتر بر ما پول تان ارسال بکنید تا ما با اون فکر آرام و راحت دم روزه که خودتان میخواین دم اون برنامه که خودتان میخواین ما پول شما را به وطن دارای عزیز ما کمک بکنیم ای شابا بسیار دوستای عزیز ششتیم کفته را جور میکنیم ما به یاد از اون طفلیت افتادم که اگه آن دفعه بخوری میرفتیم بخوری میکردیم باش کال از اون طرف پرسان کنم از نورگل نورگل جان زیاد دای بارا میفهمم گوه وقتا بخوری امروی دوستا و رفیقای طفلیت خود رفته کده نکده ای بخصوص اطراف ها خیلی رسم رواج است آل یا مانده؟ مانده مانده سا در شهر خو کم رنگ شده چه اینجا کس بخوری رم شاید نرش مثلا بخوری چی هست؟ ما میاله بخی یک قسم شده این دوستا بخوری چی هست؟ بخوری ای بخصوص جایی که آل خو یک ذره مدرن شده و انگاه سپیکر آمده است بلنگوهی که در مزیتا می باش آزان میتن سابقات دوستا نبود این چند سال پیش هیچ مزیتا نداشتن از این بلنگوه باز کل بچه ها دیگه آل هم رواج هست میرن بچه ها از مخانه که یکی خواه چند گب بود یکی که آزان هم میاوردن به فامیل که میگفتن این آزان داد و دوم دیگه به خاطری که مادرها خواهرها یا سرگرم آشپزی می بودن دیگه طفلا یکی می دوید بر من چیز پخته کو دیگه دیگه چم یاره که از یا اذیت نکنن برن برای جای تا کلچه پخته میکرد میگه بره دیگه موزیا قوار گرفته میرفتن دیگه میشتن نزدیک مسجد کل قریه یا پشت کوچه شنا میخوری کل قریه که دیگه میشش 20 تا 25 تا 30 باش باش کال یا دوستا صدام از یاد نه 20 25 تا 30 نفر بودیم اینا جان کوکش 20 نفر 25 نفر 30 نفر میشش نانشون پیشان اگر نه یا روزام ندارن منتظر هستن که چه وقت آزان بده و وقتی که آزان میاد بازیم کلگی به یک صدا بخوری 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 منطقه رو سر صداشون میگیره سر صداشون میگیره که هم اون آزان هم مثلا با فامیل میفهمید که این آزان داد باید دوم دیگه اشتر از او هم آشپز خلاص میبود یکی ازیاد نمیگرد این تو رفته ایم مام خوب است مالده جان جان میفهمی وقتی که ما یکان دفعه طرف های وطن میرفتیم وطن ها آخرد که بودیم بعضی کسا که موضوع بخوری را یاد کرد نورگل جان اونا طفلک ها بخوری میبردن واسه تصادف یک دفعه ما هم رفته بودم بخوری کرده بودیم دمدان دروازه بولانی برده بودیم ماست و بعضی چیزا
باز یک دانه دخترک بود نزدیکای شام بود و بعد شد سرم و دسترخانه که ما را باز کرد گفت چی هست گفتیم بولانی گفت که پیتی پیتی نان پیتی نمیتی خاک بندازم از شما تو کدام شیرک داشت شورم کسایی که بخوره میرن یاد دارن من یاد ندارم یعنی که یا نان بده اگر به من چیز نمیتی از اون خوردن یاد مجبور است خاک بندازه دستر از او اگر دادی خوب اگر نندازیم یک مش خاک میگردم سر نان مندازه باز فرار میکنه میره دیگه رو کیست که گیر کنه این خاطره بسیار جالب است که وقتی یک نفر کردم و زیاد گریه کرده بوده و دی رمضان یادم آمد خواست نورگل جانم در تفریت خوب است تفریت خود لذت برده این کارا کارم کردم مالده جان خود راستی موضوع را نمی فهمیدی؟ نه والا ما که ماه مبارک رمضان بشود از خودشان که اول با ما نان جدا تیار میکردن میگو شما نان بخورین که طفل هستین کارام باشین آرام باشین دیگه نه کارا رو نکردیم واقعا دمو مقبولی رمضان دمو ولایات کادم بره دمو مناطق دور دست خیلی قشنگ است با می کارهایی که داره و در هر خانه برین دوستای عزیز که همون تا دگدانکشان در دادگی است دودای دگدانشان میبرایه یکی مثلا شوروا پخته میکنه یکی بولانی پخته میکنه کل فامیل گرده هم میشینن صبح تا دیگر زحمت میکشن روی افطاری و اینا خیلی لذت بخش از در طرف های وطن تا وقتم قبول بخیر آماده شد تمام چیزگان روش پتاز گور میبریم پیش خالزه و بانو وسال باز چه دگر روش باز کنن نوار نمایی که شبت نمیتونید والا جان یا نه والا نه دگر بخیر تیار است شروع میکنیم ها میبریم مشوجا به خاطر کجا تمام چیز فرس است یک کمک خاکی خاکی است نگونو جا و بازش میکنیم ها جی سر بله سر خود قاراسی از خانه قرا آمدیش تو نه نه سر هیچ کس مولا گفتش که امروز معلوم نیست که تراویح از نیست تراویح را نخوند ولی رقم قار از دو زده میرم پیشتر نه مولا موند نه دیگه نه دیگه نه گپا میره تیر میشه فامیل یا ایسه نه گپا مگذره مگذره آه خیر باشه دیگه دوستا هم روی ما کنن تا بردن گفتن او دوسار منظم دست شبه ما دادن پنج شش نفری آوردیمش اینجا شما و دخترتان خیر بینید یک دفعه چرا این بارک شبی بینیم؟ نه دیگه او تا که پیسه گفتن نتی دیگه نمیشه پیسه؟ آه برای مفلسی باش پیسه یادم او چی ها یادم او چی میگنم دولی افتیدیم دولی آت هست وصال؟ آه دولی آمد بسم الله واه واه چی چیزا را اوه چی است؟ واش سکنی اش سرچ. به به. واه. خوشبوی میت دمی وقت که روزانه می بود. اما تو دیگه دست مینداختی. پشتش نگرد دیگه خلاص. بلالم بیخی به شهر از خرابه. خیر باشه. عزیز دل امروی تا نخوان هستیم فقط باشین که اگر میار تمام چیزا رو بچینیم چه شاخیلی و روسلی ده بعد زیر کار شروع بشه.
خیلی کار دیگه همون تو بشده جریان داره دیگه هیچ کس دیگه سر بالا کده نمیتونه اما وجود از ایک ما اموه که گرفتم و پیشوری ما کود شد آشپس بیچار از اموجا برنج میکشه و من دازدم بار مصرف به گفته لالا ربانی بعد از اوک میه پیش لالای دیگه لالا نصیر هم کوفته سرش علاوه میکنه باز لالای دیگه ایم هم چپس میمانه لالا ربانی پلاستیک میکنه با نوی سال هم ناد میمانه نه با سال؟ خوابت هست فقط بگی روزه گرفته ای نه حالا من کار هستم خال عزیزه هم یک بوتل آب مدنی و چهار پنج تا پنج تا خورما میمانه داخل ماشاءالله ماشاءالله ایره برمو هموطنان عزیزی ببریم که منتظر یک لقمه نان خشک هستند ولی ما امروز هم برشان قابلی ازبکی ساجی صاحب یک قابلی زگم یک ازبکی برشان میبریم از طرف باشه میاره با یک ذکر نام میکنیم باز دیگه داخل خیر است مصور جان و بلال جان و برادر دیگه هم بنیامین این کسایی هستن که امروز میماندار هستن سلامت باشین بخیر باشین خاله ایزه خود قصه کده برو ما گریه کده برو مثال جان بیا قصه کشند قد رمضان بگو از کار بگو بار بگو روزگار بگو از کار بار روز روزگار بگویم اینه میال نروز میاد میاد نروزگار میاد میاد برای روز اول هست آدم نابلدی میکنه یکم چای کار نه کار که چون اگر خط به خیرات دیگام از طرف هم بطنان بیداشته باشیم ولی که تنی حالا تمو تو دوستای عزیز تا که آدم یکی دو سه روز میگذره عادت میکنه با روز گرفته اینا یکم سر آدم تاثیر میکنه خب بازم خوشبخت هستیم خوش به می هستیم که میتونیم به چندین وطن عزیز ما افطاری تهیه کنیم اینا تهیه کردیم و توزیع کنیم ان شاء الله بخیر تا افطاری تا باشم و کسایی هم که روان کردن مستحق ثواب شوند خاله عزیز جانم دیگه ما تو زبردست کار کرده رئیسا خیلی چی کنیم فرض از باش فرض ما باشه یعنی برم وطنهای ما خاطر کسایی که پول روان میکنن روزه میگیرن شکم به گوشنه مثلا سحری میخوان دوست هم امروز روزه میگیرند و اما تا وطنهای ما کمینجا هستن که حتی نان سحری خوردن خدا ندارن افطاری رو سر جای بدون روز تمام روز گوشنه هستن روزه نگیرن خداوند خیر بدن وطنهای ما را کمک میکنن خداوند طرف عبادت شنه به دربار خود قبول و مقبول بگردانه دیگه خداوند پاک هر بشه برشان بده خیر ببینه زنده باشن مثال جان جان دای اول دای رحمت دای مغفرت دای خلاصی از آتش دوزخ که انشاءالله نصیب همه ما شما بگردانه و با یک ضرب المثل از زبان مقدیما میگفتن دای گران دای خزان دای پران است فعلا دم دای گرانش هستیم بخاطر کل یک همون یک رقم ضعیف زار ششته دیگه مثلا کاک آشپز دیگه او قار رامز فهمیدی به مخاطر کار زیاد کرده نه ترابه نخونده به مخاطر دیگه باش کالی نگو یک ما تا آخر دیگه حال نمیخوانم قار نباشه ربانی ایتو به انرژی شدن کلگی یک دقیقه یک دقیقه ایره ببر پیش ربانی یکان گم بزنه و کلگی به انرژی آمد والا یاد دادم برنامه های دیگه کم آنده بگویم ربانی جان در پولی ماست یک گوهنگ احمد ظاهر زمزمه کن ربانی جان خسته نباشی سلامت باشی وصال جان دیگه چی گفت پس منطقه تان؟ منطقه خوبه یک ذره بیروبان است کار یا زیاد است بیا خداوند خیر به تو هم وطنهای ما را که پول روان کردن دیگه خداوند ما را هم صبر و حوصله به تو بخیر زحمت بکشیم ماه برکت است دی ثواب ما هم شریک شیم خداوند ما را هم خیر به تو دیگه مو روزدار هم که هستن و هم مستفید از غذا و یا شوند دیگه کار ثواب است خداوند صبر و حوصله به تو دیگه هر چی شب بتیم به انرژی است کل بچه چی میگه بخیر بخیر خودم من به انرژی است من میشولو زمنم لالا نورگل بخیر امروز صدایش پایین بوده انرژی نداری نورگل ربانی آنم اونجا دوستای عزیز برادرای عزیز ما را مستن که سم میگیرن در کار خیر اونم اونجا همسایان برامده لالا خوب هستی؟ چوچگه کسل دارد من عوض شده خیر باز به تو هم یک پرسل میدیم که چشمت نمانم دیگه بیر بار مانم خدا زیاد از دوستایی عزیزی میهن که از دمغم کار خود است اما مسئولیت را که داره
میخواه یک ادا بکنه. خشم و بازم یک چند تصویر ببینیم، باز ما شما باز هم هستیم. نورگو پرسان که می زحمات هر سال نمتقبل می شدن چی رقم؟ ما خود تازه امسال در رمضان خوشبختانه که در این کار خیر سهم گرفتیم. خدا کنه که سالهای سال بتانم به هموطنهای عزیزم یک کمک بتانم بکنم. نورگل جان، هر سال می توزیع بود، تقسیم بود، آشپزی بود، قابلی بود؟ آه ای مرد مایی بر می خوره یک روز یک کسی را گفتم فامیدی؟ گفتم وای چی میخوره؟ گفت که پیسه نختم که بتیش بابا خودش هر چی کنم دلشان شد میخرن. هم سالی که شروع کردیم امسال سال سیوم است، سال سیوم است و روز اول دوم سیومش یک ذره کم می باشه دوستان، یک دیگ دو دیگ بازی تو وقت شده که هفته هشتا دیگ هم می باشه. باز هموطن عزیز ما بعضیش میگن که یک تا گوسفند هم منداز در دیگ، یک گوسفند منداز او هم می شه، بگه که از فلانه درخ یک چند تا میوان بیار او هم می باشه، که امروز خورما و آب و نان و قابلی داره. باز انشالله روزه بعد شاید میوه و رنگ و رنگ و گوسفند های سرخ و سفید زیان می باشیم انشالله. دیگه خداوند خیر بده هموطن های ما را بخیر باشن. میگه وقتی که بر یک کسی مسلمان روزه دار وقتی که خودت افطاری میتی، خداوند اون موقع برات ثواب و اجر میده که او بنده خدا صبح خیست سحری کده تا شام اون موقع ثواب برای کسی میده که برای سحری افطاری میده، بدون از این که از او کدام چیزی کم شود، یعنی از او کم نمیشه. خداوند به اون برابر ثواب بر خودت نصیب میگردانه که صدها نفر ما از کمک سه هموطن ما امروز افطاری برشان میتیم. خداوند یاره اما تو چی میکنه؟ ثواب پیچ کده بیخی، ثواب پیچ کده، خیر ببینن وطندارای عزیز. قربان شما که از افغانستان دور هستید، از وضعیت افغانستان با خبر هستید، همکاری میکنین و کمک میکنین وطندارایتان از وقت زی ماه مبارک رمضان. خداوند خیر برکت سرمال جانتان بکنه. آمین آمین. و یک چیز دیگه دوستا، بریم بخیر. روز اول است، روز اول است، یک بار کتمی دوستا معرفی شویم خرچند دیده شانم و دیگه ببینیم که هموطنهایی که در سر سرکوه هستن، کارگر هستن و یکی دادکساب از خاطر فقر و تنگ دستی بر آمدین به خاطر یک لقمنان، وضعیتشان امروز ببینیم چی خواهد بود، چی رقم بود، به خاطر که هر سال دیگه بسیار از مجبوری، ناچاری، یک بار سال که برشان میدادی میدوید میگفت یک دیگه، مگه یک دیگه میدوید میگفت که کاکا جان خانه میبرم. ببینیم که مطمئن هستم امسال از سال بعد، پارسال که دیم سال بعد شده نیه بتونید وضع روزگار مردم. بله صاحب، وضع مردم خرابتر شده رفت سال به سال برادر. این دوام میکنیم دوام قبول نمیشه، مگم در این رمضان دوای مردم افغانستان قبول شود که دیگه همین بدبختی از این کشور ما گم شود، بخیر شکن شود. خدا مهربانه دیادر، دوای ما را خداوند قبول کنه، انشالله همه مشکل ما رفع میشه. بیا توکل به خدا، توکل به خدا. دوستا این همون قابلی درجه یک خدا دیگه، دل آدم او میشه. همون تونست که که جان ها دیگه روزی مبارک از براده دیگه. خداوند خود تا توفیق بتا، خداوند خود تا عجر بتا که همکارا و دوستایی که زحمت کشیدن آمدن. والا زحمت زیاد، زحمت زیاد که که خودت نکشیده و این بس کل تیم همیج هست، زحمت زیاد خودت نکشی. خیلی تشکر از شما برادر. خداوند استاد تا ببخشنی یگان دوغ میکنی پیر استاد شد برای کوی چراقمی یارا ما در پیر استاد های خود باید در دوای انسان باشه باشه. اینا دوستا پیر استادان دعا کنی. یک پیشین برادر دیگه میرم قاری صداش میگه کی نمیشم چرا قاری از یا قاری میگه که قاری بود خو یگان چه زکان برام بگه.
عربانی؟ قاری صاحب هستی. بی... مطمئن هستی؟ مطمئن ها. الله. ما چه خبر کی؟ ما میگفتیم به خاطر یک تعداد کسارا ما را آینک میپوشیم میگن یک تا قاری صدا میکنه. قاری صاحب جور هستی؟ میگیم ما از غیرم سورای پدریم 4-5 تا زیاد یاد ندارم. این چه خوبه که قاری صاحب برای ما یک تلاوت میکرد با کار شروع میکنه. یا میگن مو یار بخزا و بکشی میموره. این ثواب از بخیر. ها؟ ثواب بخیر یک تلاوت میکنه. نه. یال بر میگه قاری چه قاری میگه مو یار بخزا و بکشی میموره. قاری صاحب اینجا بشی. اینجا بشی و قربانت شوم. قربان شوم. کل شب زاسی اوجی صاحب. ماشاءالله خداوند برکت بده. کلمو کدام پلان است ختم میرید مسجد یا گد خورده خدای ناخواسته است میشه میرم ختم میرم گد خو نخورده نه ان شاء الله ماشاءالله هر روز به حساب گردان که در رئیس گردان که در رئیس خداوند خود تا خیر بده تا چند سال افس کردی ما 7 سال 7 سال خوب سنگکی اومد دیگه سنگکی ولی اکثر از صدات نور مستفید میسازی میخوانم مثلا قربانت قربانت یک سوره بخوان دوستات گماچ آه یک دوام بکو بر هموطنهایی که کمک کردین یک دوام میکنیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فلا اقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وعلى آله وأصحابه خير بنا خدا من دا بحساب افتاري را كامي آجي صاحبه كادا إيرا با چي پروردگار پروردگار با چي خود قبول مقتول بگردان آمین الله پاک این ثوابش به هر کسی که به حساب مصارف کرده پروردگار برشان برسانه آمین و فوت امر الی الله ان الله بصیر بالغیب خیر بین قاجی قربان سلامت باشی تشکر این دوستا می گنج جو ایران است تا وال ما نفهمیدین قاری صاحب بیجاست اگنی از اول بیا خیر است ان شاء الله خداوند قبول مقبول بگردانه باس میرین پیش لالا نصیر هستی؟ چی شدید؟ یه همون لالا نصیری هست که هفتصد روپا پیسه سرش مصرف کردی رفته پنجار روپا دوای شده هفتصد پیسه تیل مصرف کردیم جور تیار بوده دقا آمده بودی نه؟
ردق نبود اونم نان اون میده مرا گرفته رمضانت مبارک لالا برای شما می بخشی خال عزیزه من رفتم اونجا بند شدم خودت اینجا کار زیاد نمودید تلاوت قرآن بر کل ما شما یک کلام است یک کلام پاک و ثواب داره ای خیر ببینی خیر دوستان تحت عبادت همه شما قبول درگاه حق باد بخیر پارسال آماده شد موتر پر شد ایجا و داله بخیه همه تا خفک چندیم نگه میبریم بر هموطن عزیزی که سر سرک هستن به کار آمدین یا به خاطر یک لقمنان آمدین امون کمک های هموطن های ما را برشان برسانیم خداوند قبول درگاه حق بگردن خال عزیزه و وصال جان رفتن بخیر طرف خانه هایشان تا باشه و یک شام را شام اول از دیگه البته با فامیل خود سپری کنن دیگه بخیر باشین شما سلامت باشین که همراهی ما میکنیم و تشکر میکنیم از هموطنهای عزیزی که امروز میماندار هستن مصور جان، بلال جان و بنیامین جان خدا هم یار خیر بتا بخیر باشن کسایی هستن که امروز 200 اضافه تر از 200 هموطن ما مهمان عزیزی هستن دیگه ما هم بخیر روند توزیر شروع میکنیم دوستا همراهی تان خواهان هستیم ببینیم که مطمئن هستم از سال قبل کده شاید بیری بارک زیاد باشه گشنگی زیاد شده کار نیست بار نیست این حادثات آخری که در افغانستان آمد دیگه این شخ و باند سر جای خود جایش شاید کسی نان نداشته باشه بخوردن شاید بعضی هموطنان ما باشند که سحری کدام چیزی نبوده بجز از کدام گیلاس آب سرد یا چای اگر داشتین چای تلخ بس خلاص که نان خوش دیگه کدام چیزی نبوده که تزونو سحری کدین و در افطار دیگه خدا را مالم بازم خدا مهربان است ماه مهمانی خداوند است هیچ کس گرسنه نمیمانه انشاءالله خداوند خیر به هموطن عزیزی را که کمک کردین و کمک میکنن بخیر انشاءالله ما هم در خدمت هستیم بخیر کمک میرسانیم به هموطنهای عزیز ما فقط از دعایتان ما را فراموش نکنین افغانستان را فراموش نکنین تا باشه که بخیر دمی رمضان لااقل دعایم یک نفرام که بخیر به درگاه خداوند قبول شوه کمی بدبختی از افغانستان بخیر گم شوه راحت آسوده زندگی کنیم کسایی که در افغانستان هست و کسایی که نیستم بیاین آسوده و آرام زندگی کنند بخیر باشین امرویتان خواهان هستیم تا آخر برنامه بخیر دوستا روند توزیر شروع میکنیم امروی میکنیم
عزیزتان سلامت باشین، بخیر باشین، تاعت عبادت همه شما قبول و تشکر میکنیم از بسور جان و بلال جان که 10000 افغانی روان کردن. خداوند یار خیر بده، بخیر باشین که باقی پولی که از الوای زردک مانده بود بخیر باشن. و برادر ما بنیامین 12300 افغانی که یا پول خیلی وقت میشه روان کردن به خاطر بمبه، چون هر هموطنی که به خاطر بمبه روان میکرد پولشان کفایت میکرد. دیگه پول از یارم امروز هموطن عزیز ما را میمان کردیم که 25000 امروز مصرف یک دیگ آمد، متباقی 1700 روپیه دیگه که بود از دفتر کابل فنسی را مصرف کرد. خداوند هموطن ما را خیر بده، بخیر باشن. و یک چیز باید بگویم دوستا که یک حالت آمده در افغانستان به خصوص در کابل، تمام فامیلی که از سحری نکدین یا کدین، ولی کلش به خاطر افطار کلش بیرون بر آمدین به خاطر یک لقمه نانی که او هموطن عزیزی که اگر کدام کسش یک لقمه نان خیرات کنه و بکشه بیرون برای از یابته، ولی اون حالت آمده که تمام مردم غریب نشینه که در کابل بود امروز کل سر سر کاره. تا خداوند خودش رحم کنه به آل این ملت، تا عبادت همه شما قبول، به امید او روزی که دیگه بگردیم در کوچه کابل یک نیازمند پیدا نکنیم. بخیر باشین، اوقات خوب و خوش.